بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه کارمندها، تجار و همه آرادی هایی که در این جمع و همچنین در پخش زنده ما رو دنبال میکنن و امیدوارم که بهترین ها براشون رقم بخوره. داستانی که آیه تحویلدار گفت سری داستان خفنی بود، البته که ایشون گیر افتادن و اون بنده خدا آراد و شناخت و نجاتش داد و حالا اون داستان ها رو حذف کرد و من هم همیشه دعا میکنم، میگم میشه ما هم رفتیم اون دنیا، انشاءالله امام علی شفاعت کنه که ما هم وارد بهشت بشیم، در کنارشون بتونیم ادامه مسیر بدیم. صحبت های استاد وحید یه تیکش برام خیلی قشنگ و جالب بود در راستای دنیا و آخرت. و دیروز بود یا پریروز یه کامنتی رو در وبسایت داشتم مطالعه میکردم از یکی از تجار، نوشته بود که برنامه هایی که داره در این فضا اجرا میشه بسیار خوبه و خیلی تشکر کرد سر این داستان که خیلی خوبه که آراد جدا از بحث دنیا داره به آخرت هم اشاره میکنه و به گونه ای داشت تعریف میکرد که در ذهن من خواننده اینطور تداعی شد که انگار دنیا یه چیزه و آخرت یه چیز دیگه است. عزیزان، هر دعایی که اینجا میکنیم، هر اشکی که میریزیم برای دنیای ماست. دنیا مزرعه آخرته. به فرمایش پیامبر گرامی دنیا مزرعه آخرته. یعنی ما پس از مرگمون یه چیز جدید پدید نمیاد، ادامه یه همین مسیر رو خواهیم داشت. شبیه یک بازی، یه گیمی رو در نظر بگید، بازی میکنی مرحله یکه، از مرحله یک میری مرحله دو، از مرحله دو میری مرحله سه. چرا فکر میکنید بازی تموم شده دوباره بازی از صفر میخواد شروع بشه؟ اگر چنین باور و یقینی در ما شکل بگیره که آخرتی وجود داره و دنیا مزرعشه و باید اینجا من بکارم تا بتونم اونجا درو کنم، یقیناً کاشته هامون اینطور غفلتوار جلو نمیره. یعنی اگر خوب دقیق بشی که امام علی کلی کار میکنه، کلی چاه کنده، در این شبها متوجه شدیم کلی چاه کنده، کلی زمین ها رو آباد کرده، کلی تجارت ها کرده، خب به چه دلیل؟ آیا هدف این بود که دنیا رو به دست بیاره؟ برای دنیا این همه سرمایه رو برای چی لازم داره؟ میخواد باش چیکار کنه؟ میدونه با این سرمایه که اینجا میکاره اونجا میتونه درو کنه. وقتی باورش هست خیلی کار میکنه، چون یقین داره که این اتفاق میفته. اما خیلی از مردم متاسفانه این یقین انگار همینطور لعلقه زبونه که آره حالا آخرت هم هست، یعنی انگار دنیا یه چیز جداست و آخرت یه چیز کاملا جدا. این جسم وقتی روح رو ازش میگیریم میشه اشیا، میشه میز، هیچ چیز خاصی توش نیست. این روح ما به واسطه یه جسم هست که رشد میکنه. اینو اگر یقین براتون هست، یه عقل سالم در بدن سالم، این بدن رو باید سالم نگه دارم تا بتونم روح رو دوش پرورش بدم، رشد بدم. و اگر صرفا میخوایم زندگی کنیم، حالا تو هر وقت که قسمت شد و اصلا به فکر آینده نیستیم که چی میخوام درو کنم، یقینا زندگی خوبی رقم نمیخوره در همین دنیا. دنیات وقتی آباد نیست چجوری میخوای تو آخرت خودت رو آباد کنی؟ اشکایی که اینجا ریخته میشه از طریق دنیا به سمت آخرته. دارم تاکید میکنم یه آخرتی برای خودت تداعی نکن، تصور نکن که توش دنیا دخیل نیست. از دنیا به آخرت میرسیم. دنیا رو آباد کنید، هم ابتدا برای خودتون، برای فرزندانتون، برای شیعیان، برای دوستانتون، اطرافیانتون، هم یه زندگی خوب برای خودتون بسازید، سپس برای اونها. یقینا اگر خانواده شما از شما راضی باشن، شما یک جمع 5 نفر، 4 نفر، 10 نفر رو نجات دادید. امروز مشکل کشور ما مشکل اقتصادیه، یعنی همه تون دست به دست هم بدید، چه کارمنداش باشه چه تجارش باشه، هر کس که از تین تریبون از این برنامه داره دنبال میکنه، تمام تمرکزش رو، لطفاً تمام تمرکز رو امسال بذارید برای اینکه یک زندگی بهتر از همه ابعاد برای خودتون بسازید. من 2 سال پیش
وزنم 135 کیلو بود و شهریور 1402 تو برنامه‌ام اعلام کردم، تصمیم گرفتم، اعلام کردم، جار زدم، فریاد زدم، منی که صبحانه نوشابه میخوردم، شما نمیتونی موضوع درک کنی. یه روز مهندس قربانی با من یه سفری اومد، ساعت 6 صبح بود، توی جاده بودیم، گفتم وایسا اینجا پمپ بنزین میخوام، یه بنزین بزنیم، دعوتش کردم بریم یه نوشابه کلوچه بخوریم. ذهنش داشت ارور میداد، یعنی چی مگه سر صبح کسی نوشابه میخوره؟ ناهاری نبود که من نوشابه مصرف نکنم، محاله ناهاری من بخورم که توش نوشابه نباشه. حداقل هر روز یه وعده نوشابه بدون استثنا استفاده کردم. شهریور فریاد زدم، قند من شده بود 460. خوب بفهمید، قند من رسید به 460. دکتر گفت این مسیر رو ادامه بدی مرگ خودته، انتخابم با خودته، خیلی ها به تو نیاز دارن، حالا انتخاب کن میخوای چیکار کنی. از همون لحظه تصمیم گرفتم که دیگه لب به هیچ مواد قندی به خصوص نوشابه نزنم. امروز که داشتم میمادم اینجا وزنم گرفتم 112 شد. یه سلامت برای سلامتی خودت. من قبلترشم وزن 142 کیلو رو دیدم، یعنی تا اوجش من 142 در سال 1390 شدم. میشه منی که تونستم لاغر کنم تو جسم خودم، تو پولی که بیشتر تجربهشو دارم و به دستش آوردم و دارم، پس تو جسم هم میشه، خواستن توانستنه، بخوای بهش میرسی. خیلی از شما میگید ما امروز مشکل اقتصادی داریم، یقینی میگم کسی بخواد میرسه. اینکه با چه برنامه‌ای چیکار کنم، چه استراتژی وجود داره مهمه، بحثه. واقعا این شب‌ها درباره امام علی زیاد میشنویم، منم زیاد مطالعه کردم. اینکه امام در نهج البلاغه توصیه میکنه، میگه آخرت رو شبیه چیزی ندونی که نسبت به اون در دنیا عمل نمی‌کنی. این صحبت استاد وحید دقیقا همینه، عمل نمی‌کنی بعد توقع داری مزدی به شما داده بشه. اگر تو همین دنیا مزد می‌خوای باید عمل کنی، اجرا کنی. یقینی دارم تأکید می‌کنم، بخوای میشه. نخوای صرفا بشینی دعا کنی که من نمیدونم پولدار بشم، لاغر بشم، چاق بشم، هر چیزی، نمیشه. باید دست بزنی به اجرا، به عمل، اقدام کنی. یقینی دارم تأکید میکنم، یعنی 1% هم تو شک ندارم که این اتفاق برای همه رقم میخوره. دنیا مزرعه آخرتی، دارم تأکید میکنم این داستان رو. یعنی در همون سوره عنکبوت که آیه روی توصیه میکنن، خداوند تأکید دارن که این دنیا سرای انتها نیست، فضای محلی برای بازی، سرگرمیه. این یک بازی پلی‌استیشن در نظر بگیریم، مرحله دو وجود داره، اما مرحله دو به سه نیست، همه دیگه اونجا ماندگاریم. دنیای آخرت ما دنیایی که اونجا ماندگاره، جاویدان در اون خواهیم بود. اما هرچی بکارم اونجا درو میکنم، یعنی من اینجا چی نکاشتم اونجا توقع درو نداشته باشم. امیدوارم که این مسائل رو به خصوص امشب خیلی درک کنیم. من بارها در همین آراد شاهد داستان‌های افراد موفق بودم، افراد شکست خورده بودم، اینکه چه اتفاقی میفته فردی موفق میشه، چه اتفاقی میفته فردی شکست میخوره، بارها تجربه کردم. و حتی یه بار سال 92 بود، از ریاست محترم یه سوالی رو پرسیدم و اون داستان یادم مونده، دلم میخواد اینجا هم تعریفش کنم. یه بار گفتم به جای اینکه من از اون سال دارم تدریس میکنم، به جای اینکه این همه بخوام تاجر پرورش بدم تو کشور، تمام تمرکزمو بذارم خب خودم برای خودم تجارت کنم، چه کاری دیگران بخوان شریک بشن، سهیم بشن، من بخوام از اینها، حالا با سختی اینا که الفبای تجارتم نمیدونم، بخوام بهشون یاد بدم. یه داستانی رو برای من تعریف کردن، خیلی خوشم اومد. اینکه اگر بخوای پولدار بشی، باشه، با تجارت خودت هم میتونی. یه عددی هم نتیجه تو، مزد تو، عددش هم به دست میاری. میریم اون دنیا.
چقدر تونستی امتیاز جمع کنی در این دنیا. من اینجا باید به کارم اونجا برداشت کنم. یکی میتونم صرفا برای خودم پول رو به دست بیارم، یا جدا از این که پول رو برای خودم به دست میارم، بتونم زندگیش بچه‌شیارم کاری کنم اونها هم زندگی خوبی داشته باشن، پولای خوبی دست بیارن. ما هممون میمیریم عزیزان. یقینا این جمع 60 سال دیگه، 70 سال دیگه در این عالم نیست، میریم اون دنیا. آیا میشه حالتی که ما در اون برزخ هستیم به ما بگن که آقا یه امتیازهایی برات رسید؟ ما که مردیم، امتیاز از کجا اومد؟ آره، فلان تاجر به واسطه شما تجارت رو شروع کرد، زندگیاش خوب شد، نیروهایی رو گرفت، کارآفرینی ایجاد کرد، این ثواب هم مال شما، این امتیاز هم مال شما. باهوش کیه؟ این که بفهمه آخرت رو، این که من تو این دنیا چه تکنیکی رو پیاده کنم تا امتیاز برام جمع بشه. انشالله هممون به این فکر فرو بریم، از خدا بخوایم که ما رو در مسیری قرار بده که بدون این که حتی کار کنیم، سخت کار کنیم، هوشمندانه امتیاز این بازی دنیا رو به دست بیاریم. برای خودتون، برای سلامتی خودتون و ریاست محترم که خیلی نسبت بهشون ارادت دارم، عشق دارم، من هرچی یاد گرفتم از ایشونه. آقای تحویلدار میگن معلم ثانی توی سایتم هست. یه عزیزی یه بار پرسید خب معلمون اولی کیه که تو ثانیشی؟ گفتم جناب ریاست محترم. برای سلامتی خودتون و ریاست محترم یه صلوات هست کنید. متشکرم.